سلام، به 324 امین شماره از روزنامه یوتیوب خوش اومدیم. امروز یک شنبه پنجم آذر ماه، به رسم همیشگی خبرهای مهم روز فوتبال ایران رو کنار هم مرور میکنیم. رقابت دو باشگاه ایرانی برای جذب مدافع اسد، تراکتور و استقلال به دنبال حزباوی. استقلال و تراکتور وضعیت مدافع جوان ایرانی رو بررسی میکنند تا در صورت امکان اونو به خدمت بگیرند. تراکتور در خط دفاعی با مشکلاتی مواجه و البته هدایت استقلال رو هم نکونام بر عهده داره که سابقه همکاری با حزباوی رو در فولاد داره. گفتنیست اسد راضی به انتقال قرضی مدافع جوان خوده و حزباوی هم برای دیده شدن بیشتر و حضور در تیم ملی علاقمند به بازگشت از قطره. شوک به یحیی و پرسپولیس، عمری به النصر نمیرسد. محمد عمری، ستاره جوان قرمزها که بازیکن فیکس پرسپولیس به حساب میاد و در این فصل یک گل هم زده، چند روزی است که با مشکل از ناحیه همسترینگ مواجه شده و نتونسته در تمرینات گروهی تیمش شرکت کنه. عمری به همراه سایر نفرات راهی ریاض خواهد شد، ولی شنیده ها حاکی از اونه که این بازیکن جایی در ترکیب اصلی پرسپولیس نخواهد داشت. علاقه بولونیا به جذب سردار آزمون. سردار آزمون، مهاجم 28 ساله و ایرانی آس روم که به صورت قرضی از لورکوزن در این تیم به میدون میره، مورد توجه بولونیا قرار گرفته. بولونیا و تییاگو موتا سرمربی این باشگاه به مهاجم ایرانی که ماه آینده 29 ساله میشه علاقه دارند. اونها آمادند تا پس از موافقت روم با لورکوزن وارد مذاکره بشند تا سردار آزمون رو برای نیم فصل دوم به صورت قرضی با بند خرید به ترکیب خود اضافه کنند. هافبک تیم ملی در تیم منتخب لیگ ستارگان. نشریه استاد دوحه قطر با اتمام مسابقات هفته نهم لیگ ستارگان به معرفی بهترین های هفته گذشته در قالب تیم منتخب پرداخت. امید ابراهیمی، هافبک ملی پوش کشورمون، با درخشش به همراه از شمال در این هفته در میان 11 فوتبالیست برتر لیگ ستارگان قرار گرفت. فحش ناموسی نکونام به فیلم بردار صدا و سیما. فیلمبرداری که در پایان مسابقه با جواد نکونام درگیری پیدا کرد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: من مشغول تصویربرداری پخش زنده بودم و کارگردان در هدفون به من میگفت چه تصویرهایی رو بگیرم که نکونام سرمربی استقلال به سمت من اومد و هدفون رو از گوش من برداشت و الفاظ زشت و ناموسی به من داد. نمیدونم دلیل رفتارش چی بود، چون من پروتکل ها رو رعایت کرده بودم.